سلام دوستان وقتتون به خیر باشه این روزها بیشتر از هر روز دیگر یه سری از اتفاقات داره خمیرمایه آخر و زمانی به خودش میگیره و یه سری ها با نگاه آخر و زمانی متمرکز شدن بر اتفاقاتی که اطراف ما در حال رخ دادن است در آمریکا این اتفاق داره میفته آنهایی که به سیاست نزدیکن بعضی نگاه ها کاملا آخر و زمانی کمتر بروز پیدا میکنه سعی میکنن علنی نشه در فلسطین اشغالی به هم شکل و جاهای دیگر حالا یکی از این گروه ها یک نشستی رو در تلاویو برگزار کرده ای. نشستی که تلاوی اومده در برش گزارش نوشه بعد هشدار داده گفته این نشون میده که یه سری اتفاقا رو اینا ممکنه رقم بزنن باز دوباره بریم سراغ جنگ و درگیری و داستان که دیگه یک عدم آرامش بی پایان رو در این منطقه رقم بزنه میخوایم با هم بپردازیم به اینکه چه چیزهایی در حال رخ دادن است من لازم هست خدمت شما عرض بکنم خلاصه یه چیزی که این گزارش اومده توضیح داده این هست که راستگرایان مسیحگرا یک درک اشتباهی در یه جایی از تورات پیدا کردن متأثر از اون میخوان دعوت بکنن به آدم کشید. بریم با داستانش همراه بشیم ابتدای گزارش اومده گفته که حدود یک ماه از زمانی که راستگرایان اسرائیل در بیت المقدس جمع شدن خواستار فت نوار غزه شدن اخراج جمعیت محلی رو مطالبه کردن تجدید اسکان یهودیان رو در این باره که مطالبه کردن میگذره این نمایش قدرت سیاسی در کنفرانسی تحت عنوان پیروزی پیروزی اسرائیل شهرکسازی به ارمغان آورنده امنیت بازگشت به نوار غزه و سامره شمالی میگه تحت این اومدن کنفرانس رو برگزار کردن و اشاره کرده گفته که توی این گزارشی که توی این نشستی که برگزار شده بخشی از های، دولتی و بخشی از وزرا هم حضور داشتن و نشون میده که جریان چپ داره توی رژیم صهیونیستی به حاشیه میره این نگران چش و ابروی جریان چپ نشده میگه اونها که افراطی تر هستن حالا دارن فرصت پیدا میکنن چیزایی بگن و جامعه افراطی تر شده است که میتونه بحران هایی رو رقم بزنه میگه هر با گذشت چند روز از این رویداد سرخط خبرها تغییر کرده و به نظر رسیده که اسرائیل از این موضوع عبور کرده اما باید روز 28 ژانویه یعنی روز برگزاری این کنفرانس رو به خاطر سپرد این ایده که تنها انتقال جمعیت صلح به ارمغان خواهد آورد یکی از شعارهایی بود که در این کنفرانس مطرح شده من لازم هست خدمت شما عرض بکنم این نشست آخر و زمانی که اینها برگزار کردن ده تا از اعضای کابینه دولت نتانیاهو داخلش بودن چهار تا از احزاب رژیم صهیونیستی حزب لیکود صهیونیسم مذهبی یهودیت uh, توراتی متحد و یک حزب دیگر درش حضور داشتن 27 از اعضای پارلمان رژیم یعنی یک چهارم پارلمان در این حضور پیدا کردن حالا چیا درش مطرح شده من خدمت شما عرض کرد. میگه ایده محوری این نشست این موضوع بود که دقت بکنی اینو از داخل متون تاریخی خودشون در سپس شما تمام ساکنان سرزمین موعود را بیرون خواهیم کرد اما اگر شما ساکنان سرزمین موعود را بیرون نرانید آنانی که شما اجازه داده اید باقی بمانند شما را در سرزمینی که ساکن آن هستید آزار خواهند داد میگه بر اساس این اینا اومدن درباره این صحبت میکنن که ما باید فلسطینی ها رو بریزیم بیرون هیچ فلسطینی اینجا نمونه بعد میگه بر اساس تفاصیلی که دارن میگه بقیهشون هم باید بکشیم حالا یه نکته داره من خدمت شما عرض کردم میگه راستگرایان افراطی بخشای مورد اشاره از تورات را این گونه تفسیر کردن این بخشی که خدمت شما عرض کردم اگر شما به دشمنانتان اجازه دهید که کنار شما زندگی کنند آنها به کشتن شما ادامه خواهند داد بنابراین فلسطینیان باید در جنگ کشته یا اخراج شوند آقا این سی هزار تا بچه‌ای که زدن کشتن زنی که زدن کشتن افراد غیر نظامی که زدن کشتن یک اتف... اشتباه نبوده یک سوی تفاهم نبوده یک تفکر آخر و زمانی اونجا پوششه. حالا اشتباه این تفکر کجاه من فقط یه نکته خدمت شما عرض کنم تو همین بخش از توراتی که داره میخونه میگه تو سرزمین موعود درباره سرزمین موعود داره این حرفا رو میزنه حتی اگه فرض بگیریم که آقا تفسیرش این هست که تو باید بری آدم بکشی تو باید بری جنایت بکنی حتی فرض میگیریم آقا تفسیرش اینه درسته میگه تو سرزمین موعود سرزمین موعود کجاست فلسطین اشغالیه بیت المقدسه این جایی هست که شما درش جمع هم شدید همین الان من میتونم گزارش برای شما بیارم که بعضی از اینا میگن سرزمین موعود ما جایی در نزدیکی یمنه بعضیشون میگن اصلا اینجا نیست یه جای دیگه است تو هنوز سرزمین موعود خودت درست نشناختی بعد بر اساس این چیزی که به غلط فهمش کردی داری دعوت میکنی به اینکه اینها رو یا بکشیم یا اخراج بکنی آنچه که در فلسطین اشغالی در غزه در حال رخ دادن است متأثر از یک فهم آخر و زمانی غلط در بین دشمنان ما داره اتفاق میفته آنهایی که در آمریکا هستن اونهایی که در فلسطین شالی هستن آنهایی که در انگلیس هستن و جاهای دیگر بسیار بسیار بسیار, بسیار 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 بیشتر از سطح تصور من و شما نگاه ایدئولوژیک به مسائل دارن نگاه با خمیرمایه مذهبی به مسئله دارن و چیزهایی از این دست رو نمیکنن این رو آقا روی داستان این هست که یه سری اندیشکده اینجا نشستن دارن استرازن میکنن یه سری اونور یه سری اینور یه سری داستانهای دیگر بخش از همین از تصمیمات اینها این شکلی داره گرفته میشه بریم رو رو هم بررسی کنیم میگه که بله میگه اینها نگاهشون این هست که یا باید فلسطینی ها رو بکشیم یا باید اخراجشون بکنیم بعد جالبه ده تا عضو کابینه داخل این نشست بوده یک چهارم پارلمان داخلش بوده چهار تا حزب داخلش بوده این تصمیماتی که در غزه داره گرفته میشه یک سو تفاهم نیست همه ای اینها بر این باور هستند میگه جامعه مذهبی صهیونیستی در سالهای اخیر شاهد رادیکال تر شده شاهد رادیکال تر شدن مواضع خود بوده و این در تفاوت دیدگاه ها بین چهره های داخل کابینه نتانیهو داره به وزیر دارایی و بنقفی رو اینها اشاره میکنه و نفتالی بنت میگه داخل اینها هم اگه رفتارشون رو نگاه بکنی میبینی که این رفتار رادیکال تر رو دارن فریاد میزنن بعد میگه یه سری کارا بوده ما قبلا انجام میدادیم این کارا رو وقتی کسی انجام میداده مورد تایید نبوده مثلا برخی از زیارت ها میگه الان داره انجام میشه در سطح وسیتر و میگه این هایی که داریم میبینیم نشون میده که ما داریم به سمت تند روی تر حرکت تند رو تر شدن این جامعه حرکت میکنیم یادتون هست من ابتدای, این بر ابتدای مسائل فلسطین گزارشی به شما هره دادم توی اون گزارش توضیح داده بود میگفت بررسی که ما روی جامعه یهودی ها در فلسطین اشغالی انجام دادیم نشون میده که اینها از نتانیاهو عبور کردن از گرایی نه از افرادگره ای نه این تازه آغازی هست برای جنایات بیشتر اینها در منطقه ما در غرب آسیا در فلسطین و آغازی هست برای هفته اکتبر ها چون اینا فکر کردن که مسئله رو باید این شکلی پیش ببرن یه مسئله ای رو مطرح کنی خیلی مهمه میگه که توی این نشستی که اینها برگزار کردن توی این کنفرانسی که اینها مطرح کردن یکی از مسائل قابل توجه این هست که ویژه ترین مسئله ای که دارن مطرح میکنن ایده قربانی شدنه میگه اینها این ایده رو دارن مطرح میکنن که ما باید قربانی بشیم حالا نکتهش کجاه؟ میگه ما این همه گروگان اونجا داریم چرا به گروگان ها توجهی نمیشه میگه به خاطر اینکه یک کسایی در دولت هستن که اینا اصلا نگاهشون که ما باید بریم قربانی بشیم برای رژیم صهیونیستی وقتی نگاه این هست خروجش این میشه که این همه آدم اونجا هستن در اسارت این پشیزی براشون ارزش قائل نداره داره بمباران میکنه هم اونجا اسرا میکشه بعد نکته جالبی رو میگه میگه که رئیس شورای شهرک سح... یکی از چهرکای سهیونس نشین در کرانی باختری اینجا حضور داشته سخنرانی کرده من سخنرانیش رو برای شما میخونم اون تا مسئله فراتر از سخنرانیش نکته ای هست که خدمت شما ارسام کرد میگه توی سخنرانی خودش گفته حتی آنهایی که نمیتوانید به قتل برسانید فلسطینی ها رو داره میگه باید اخراج و یا از ارث محروم کنید هیچ بی گناهی وجود ندارد میگه همزمانی که این رو داره مطرح میکرده و همزمانی که داشته درباره اینها حرف میزده و همزمانی که درباره قربانی شدن داشتن صحبت میکردن به این اشاره نشده که این آدمی که این حرفا رو داره میزنه خودش پسرش از هایی هست که الان تو فلسطین اشغالیه من جای خدمت شما عرض کردم گفتم یه مش بیمار روانی در رأس رژیم صهیونیستی نشستن با نگاه های آخر و زمانی بسیار تندی که این نگاه ها مثلا درباره اینکه جهان زیبا بشود یا مثلا قیام بکنیم دستمون رو به هم بدیم با ظلم مقابل بکنیم نیست کشتن زنان کشتن قربانی کردن انسانهایی از دو طرفه برای اینکه اون چیزی که اینا بهش میگن مثلا مسیحشون ظهور بکنه این اینا هم ترسونده حارت اومده تو گزارش خودش گفته این خطرناکه این تفکر داره بیشتر میشه بریم ادامهش رو با هم بررسی بکنیم در ادامه نکته که اومده مطرح کرده اینه میگه این نشستی که اینها برگزار کردن یک ارسال پیامی هست به نتانیاهو و دارن, دارن بهش یادآوری میکنن که به اصطلاح خودمون افراد گرایانه تر تر و به اصطلاح خودمون قاطع تر تصمیم بگیر و تصمیم گیری هات رو توی این چارچوب قرار بده میگه حالا این میتونه روی رفتار نتانیاهو در هفته های پیش رو و ماه های پیش رو اثر بذاره بر تصمیماتی که میخواد بگیره خلاصه میکنم ماجرا رو خدمت شما آن چیزی که داره اتفاق میفته آن برنامه که اینها علیه ما در دستور کار دارن توسط کسانی و تصمیم سازهایی که دو, دو تا چهار تا سرشون میشه گرفته نمیشه یه سری آدم افراطی با نگاه آخر و زمانی اونور ما اینجا اگر صحبت بکنیم بگیم آقا مثلا آخر زمانی وجود داره اگر بگیم هدایتگری وجود داره اگر درباره چیز چیسه از این دست صحبت کنیم بعضی هم میگن اینا دارن جامعه رو تو حماقت نه واقعیتی هست اونا دارن برای محقق شدن اون واقعیت و ظهور دجالشون تلاش میکنن توی رژیم صهیونیستی یکی دو تا از این اکانت های افراطی توییترشون که مثلا میومد درباره ترور در ایران صحبت میکرد بعد این اتفاقا رخ میداد این اکانت های افراطی ضد ترامپن برخلاف خیلی ها در فلسطین شالی اینا ضد ترامپن میدونید چرا میگه که این داره از ما حمایت میکنه در سوز ما نیست این از اون مسیحی هایی هست که بر این باوره باید مسیحشون ظهور بکنه منتها بحثش اینه میگه تا زمانی که یهودی ها رو قربانی نکنیم این اتفاق نمیفته این شکلی نگاه میکنن به داستان من نکته که میخوام خدمت شما عرض کنم این هست در همچین منطقه با همچین جماعتی طرفی بخشی در رأس کشورهای غربی نشستن بخشیشون در فلسطین اشغالی دور هم جمع شدن بخش دیگری از داستان منطقه ما خطر تکفیر است خطر گروه های تروریستی خطر چیزهای از این دسته ما در این منطقه فرصت اشتباه کردن نداریم ایران یک مسیری را آمده در این چند سال در این مسیر به نظر من دوچار سرگیجه بوده رفتی به این دولت و اون دولت هم نداره دوچار سرگیجه بودیم دوچار این بودیم که نمیدونستیم چجوری باید بازی بکنیم چیکارش باید بکنیم حس میکنم کمی فرمون دست ما آمده آقا اقتصاد خوب شده همچین فکری میکنیم فرهنگ خوب شده مسائلش هیچ کدوم خوب نشده بعد از چهل سال موفق شدیم نزدیک مثلا پنجاه سال حکومت داری کنیم چیزی از دست ندیم این سینیه که ایران داخلش چیزی ازش نریزه در حال دوینن چیزی ازش از دست نره من به خاطر این دارم این حرفو میزنم امیدوار هستم در ادامه این ماجرا در این منطقه با این در دیوونه های که دور ما رو گرفتن آن چیزی که برای وطن رخ میدهد بهترین ها باشد البته باید تاکید بکنم تا قدرتمندتر نشویم و برای قدرتمندتر شدن برنامه نکنیم که بخشش انسان های این جامعه باید این شکلی بشن کسی من اصلا نمیبینم دعوت بکنه آنها که در این جامعه هستن رو به اینکه هر کسی به لحاظ فردی رشد بکنه اینو من نمیبینم واقعا اگر شما جای کسی رو سراغ دارید که الان یه تریبونی داشته باشه بقیه رو دعوت بکنه به اینکه رشد بکنن ارتقا بدن خودشونو تک تک این افرادی که امروز در شبکه های اجتماعی نفس میکشن در این جامعه قدم میزنن اینا اون 80 میلیونن این 80 میلیون وقتی رشد بکنه جامعه قدرتمند میشه بخشی از قدرتمند شدن این است که من احساس میکنم کسی براش برنامه‌ای نداره کسی جامعه رو نسبت بهش حساس نکرده کسی جامعه رو نسبت بهش یاداوری بهش نمیکنه که برو خودت بر خود یه برنامه‌ای داشته باشی یک بخش دیگرش این هست که در حوزه نظامی ایران باید قدرتمند بشه من امیدوارم به زودی شاهد هر دوی اینها باشیم طولانی ترش نمی کنم اگر نکته چیزی بود حتما در قالب پیام برای من بفرستین کمک بکنید که این برنامه با پیام های ارزشمند شما کامل تر بشود ایران 14313 پول پل ارتباطی من و شما هست حتما پیام های ارزشمندتون رو برای بنده بفرستید بریم یک نمونه از پیام های دوستان عزیز رو با هم دیگه بشنویم سلام عارم. خدمت اجازه بیارم سلام و احترام خدمت جناب تحلیلگر عزیز از این سوی آبها تبریک ما رو بپذیرید انشالله سال پیش رو سال 1403 مملو از سلامتی و تندرستی و پیشرفت باشه براتون و گروهتون روز شبتون به خیر و شادی یا علی سلام و عرض ادب خیلی ارادت دارم تشکر میکنم از شما بابت پیام ارزشمندتون منم امیدوارم که بهترین ها پیش روی شما و همه دوستانی که شنونده و بیننده برنامه ما باشه یک نمونه دیگر از پیام های رفقای عزیز رو با هم بشن سلام های تحلیلگر وقت بخیر عصر جمعه شما بخیر یه مطلبی را بنده میخواستم عرض کنم البته جای مختلف پیش دوستان گفتم ولی اینجا هم خدمت شما عرض میکنم این آقایی که اومد خواست تأسیسات اسفان رو منفجر بکنه حالا یه پهبادی زد و هیچ کاری هم انجام نداد فقط یه سقف ساختمون یک کمکی خراش برداشت شاید ایشون رو اعدام کردن و حقش هم بود اعدام بشه چون نباید اصلا تو این بحثا وارد بشه و مسلحانه وارد بشه علیه نظام منطقه ارزمینه ایشون اومد یه کاری انجام داد با خسارت خیلی خیلی جزی ده حد صفر بعد اون مسئولینی که اومدن تحسیصات اتمی ما رو برداشتن توش بتون ریختن آب سنگین و بتون ریختن بیش از از یه جای شهنه بیش از 90 درصد فعالیت های هسته ای ما رو خوابوندن و از بین بردن اینا نباید اعدام بشن به نظر من اینا باید اعدام بشن اولش هم این خود همین رو... به نظر من باید همشون ادام بشن به دلیل خیانت به کشور به دلیل خسارتی که وارد کردن ممنون از لطف شما سلام و عرض ادب خیلی ارادت دارم تشکر میکنم از پیام ارزشمند شما من مجبور شدم یه جاهای رو دوستان لطف کردن سود گذاشتن که پشنش اون که شما بهش اش اشاره کردید خسارتی که ما دیدیم از توقف برنامه هستیمون و داستانهایی که اتفاق افتاد بسیار بسیار تلخ تکان دهنده و ویرانگره من فکر میکنم که اگر بخوایم از زاویه دیگر به مسئله نگاه بکنیم از این که اینکه بخشی از چیزهایی که اتفاق افتاده است نمیدونم بگم, بگم بیتدبیری بوده بگم خیانت بوده ما تک تک اینها رو باید بشینیم ساعتها درباره صحبت بکنیم من یه طرفم نمیخوام به قاضی برم حکمم نمیخوام صادر بکنم همش هم نمیخوام بگم نفوذ و فلان و فلان این بی تدبیری بوده است یا نه آقایان باید نگاه بکنن ببینن درکی که از آمریکا داشتن از اینکه میتوان باش صحبت کرد میتوان گفته بود که من حس میکنم یه جایی بعضیا میگن که ما با بقیه فرق داریم ما آقا ما میریم حلش میکنیم ما میریم حل تو شاید با بقیه فرق داشته باشی تو شاید از ما بهتر باشی تو شاید از ما مسائل بهتر بفرق. اون تغییری نکرده مسئله اینجاست طرف آمریکایی تغییر نکرده طرف آمریکایی در گفتگوش با چه کسی تونسته صادق باشه چه کسی با اینها سر یه میز نشسته مذاکره کرده در نهایت اینها به عهدشون متحد بودن چند تا گزارش برای شما بیارم که آنهایی که در غرب هستن آنهایی که در آمریکا هستن, در امریکا هستن، تو سرشون دارن میزنن میگن آقا تو یه رفتاری از خودت نشون بده که چهار نفر در آینده پیش رو در جهان از رفیقای ما بتونن به اتر... ات... اه... چجوری بگم اعتماد بکنن رفتار تو به عنوان یک کشوری که ابرقدرت است که سری رفیق داره با یه سری داره مذاکره میکنه همیشه بدعتی بوده اونا فهمیدن بدعتی بوده من نمیدونم اسم اینی که اینجا اتفاق افتاد رو بزنیم نفوذ اسمش رو بزنیم بی تدبیری اسمش رو بزنیم که یه سریا فکر کردن از بقیه بهتر میفهمن و رفتن ماجره رو, رقم زدن که بسیار تلخ بود فارغ از همه اینها اسمش رو هر چیزی بخوایم بزنیم من فکر میکنم که ترمزی بود در پیشرفت وطن که میتوانست اتفاقات خوبی رو برای وطن مسئله هستی به ویژه در سالهای پیش رو رقم بزنه ولی این تا حدود بسیار زیادی جلوش رو گرفت و حالا درباره اینکه محاکمه بشوند یا نشوند فکر کنم این چیزی است که در جای دیگری باید در برش صحبت بشه ولی داغی بود که با پیام شما تازه شد من هم لازم بود بهش کنم نکته دیگه ای ندارم اگر بحثی چیزی بود حتما در قالب پیام برای من بفرستین کمک بکنید که این برنامه با پیام های ارزشمند شما کامل بشه ایران 14313 پل ارتباطی من و شما هست حتما پیام هاتون رو ارسال بکنید خاک پای همه رفقا هستم خیلی مخلصم خیلی ارادت دارم وقتتون بخیر